آیا چند همسری یا تعدد زوجات مسئله امروز جامعه ایران است؟ اگر نیست چرا روزهاست که بسیاری از مسئولان و سیاستمداران درباره آن صحبت می‌کنند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. روزهاست که همزمان با پخش یک برنامه تلویزیونی و برگزاری یک کارگاه آموزشی درباره چند همسری، یک بار دیگر این موضوع به صدر موضوعات در فضای مجازی و همزمان صحبت مسئولان مملکتی آمده. کسانی نظیر علی مطهری نماینده مجلس که به شدت از چند همسری دفاع کرده و آن را نیاز بشر امروز خوانده، تا فائزه هاشمی که در پاسخش گفته اگر اینطور است برای زنان هم آزادش کنید. ماجرا اینجاست که طرفداران چند همسری میگویند جامعه ایران با شمار بالای زنان مجرد بدون شوهر روبروست و چند همسری راه حل است. آیا جامعه ایران با کمبود مرد روبروست؟ آمارها چه میگویند؟ آیا تعدد زوجات مشکلات را حل میکند؟ چقدر اصلا این قضیه است که باید مسئولان مملکت درباره اش حرف بزنند؟ آیا این ورودی دوباره به زندگی خصوصی مردم نیست؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم: مهرنگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان از واشنگتن، صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه در فقه و حقوق اسلامی از تهران، و باز هم از تهران مهدی خزعلی، نویسنده و دبیرکل جبهه آزادی. خوش آمد میگم به هر سه شما. خانم وسمقی، به نظر شما تعدد زوجات الان مسئله جامعه ایران هست یا نه؟ فکر میکنید چرا اینقدر به صدر موضوعات میاد، در موردش صحبت میشه؟ منم عرض سلام دارم. به نظرم خب با تعدد زوجات به هیچ وجه نمیشه مسئله ازدواج رو حل کرد. ببینید، مسئولین میتونن درباره معضل ازدواج حل بکنن، چون یک بخش بزرگیش به کمکاری اونها برمیگرده. این مسئولین هستن که زمینه ازدواج رو برای جوونا فراهم نکردن و جوونا نمیتونن ازدواج بکنن، چون شغل ندارن، درآمد ندارن، خانه ندارن. و وظیفه مسئولان در قبال مردم اینه که این مشکلات رو حل بکنن، اما اینکه بیان و کیفیت خانواده رو، شکل خانواده رو بخوان بدون مطالعه تغییر بدن از تک همسری به چند همسری بدون توجه به آسیب‌های فراوان آن، به نظرم یک کار غیر عاقلانه است. یعنی من فکر می‌کنم که این تشویق‌هایی که در طول 4 دهه گذشته داشتن بدون مطالعه و تعقل مردان رو به کامجویی جنسی دعوت کردن، این باعث فساد جنسی و اجتماعی در کشور ما شده. توجه به این آسیب ها ندارن، اینکه مردان رو به داشتن زنان موقت به چند همسری دعوت کردن، این مسئله رو تا الان نه تنها حل نکرده، بلکه باعث افزایش طلاق شده، باعث فساد جنسی شده و لجام گسیختگی. من فکر میکنم که یک انسان با اخلاق، یک انسان مدنی، همون جور که همه رفتارهاشو باید عقلانیت ببخشه، رفتارهای جنسیش هم باید تابع یک نظم و انضباط. البته خانم وسمقی، کسانی که طرفدار تعدد زوجات هستن میگن دقیقاً اونها طرفدار این هستند که در واقع این لجام گسیختگی رو کنترل بکنن، مردها مسئولیت زنانی که باهاشون رابطه دارند رو بپذیرن به عنوان همسر. اسم نظر آقای خزعلی رو هم بپرسیم بعد بحث رو ادامه بدیم. آقای خزعلی، نظر شما چیه؟ با سلام خدمت شما و مهمانان، عرض کنم خدمتتون که من از اون سوال اولتون شروع کنم که مسئله بوده که تا سطح رهبری ورود کردن و گفتن اگر کسی همسر دوم اختیار کنه از بیت اخراج میشه و حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات یا زوجات، حالا مصطلحش رو بگیم، زوجات سخن بگوییم. ببینید، اول این رو بگیم که این طبق قاعده فقهی و اصولی قبح عقاب بلا بیان طبیعتاً این حرف درست نیست و اصل قانونی بودن مجازات که از همین قاعده فقهی در دنیا اقتباس شده، وقتی ما می‌خواهیم مجازات کنیم، کسی رو بیکار کنیم، از کار بیکار کنیم، باید قبلاً بیان کرده باشیم که این جرمش و مجازاتش اخراج از کار است. پس این حرف چه ایشون بفرمایند چه مسئولین دیگر،
این در واقع قبح اعقاب بلا بیانه، چون ما در قوانین موضوع داریم و در شرعمون هم داریم. اگر میخواهیم اصلاح کنیم، بریم قوانین بالادستی رو در مجلس که قوه مقننه است قانون بگذاریم. اما اینکه مسئله وجود دارد یا نه، یه موقع آقای احمدی نژاد در دانشگاهی در خارج از کشور گفتش که مسئله همجنسگرایی ما نداریم. انکار صورت مسئله غلطه. ما به مراتب خیلی هم گسترده در داخل جامعه ما این تعدد رو داریم. هر کسی در خانواده ها نگاه کنه، یا تعدد دائم یا موقت انقطاعی، یا اساسا بدتر از همه معشوق گرفتن های متعدد هست. و در خارج کشور که این آمارها دقیق تر هست، اگر بیاییم آمارهایی که دارن میگیرن، مصاحبه هایی که در بعضی جاها فضای باز داره انجام میشه، میبینیم که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردان روابطی خارج از چارچوب ازدواج دارن. حالا اگه اینو قانونمند کردن و منضبط کردن و مراقب بودن حقوق این زنانی که گرفتار این رابطه یا درگیر این رابطه هستن، بهتر از گرفتار بگیم درگیر هستن، پایمال نشه، اینجا دفاع از حقوق زنان هست و باید انجام بشه. مسئله جدی است که به خاطر این محدودیت ها و این فرهنگ سازی های غلط، عملا در جامعه بسیار گسترده است، اما حقوق زنان داره پایمال میشه. خب بذارید خانم کار به عنوان فعال حقوق زنان، طرفدار حقوق زنان، نظر شما چیه خانم کار؟ آیا این طرفداری از حقوق زنان هست که اگر به عنوان یک زنی وارد زندگی مردی میشن از حقوق همسر برخوردار باشن، نه حقوق مشروعه؟ ببینید، من نه اسلام شناس و فقیه هستم و نه خیلی در 22 سالی که در ایران کار وکالت و کار نوشتن کردم توانستم بفهمم که تئوری های این آقایون و خانم ها اصلا کاری میکنه برای زنها. من در پرکتیس، در عمل متوجه شدم که حالا صرف نظر از اینکه این در شریعت اسلام هست یا نیست یا هر چیز، چند همسری مردان نه تنها کمکی به زنان نمیکنه برای اینکه حقوقشون بهتر تأمین بشه، بلکه کمکی به مردان هم نمیکنه و هر دو گرفتاری های بسیار زیادتری پیدا میکنه. خانم کار، بذارید من سوالم اینطوری مطرح بکنم. شما در مورد یک طبقه خاص اجتماعی صحبت نمیکنید آیا؟ مسئله من اینه که آیا فکر نمیکنید که اگر مثلا برید در یک لایه هایی از جامعه که زنانی هستند که توانایی در واقع مالی کافی ندارند، زنانی هستند که توانمندسازی نشدند، امکان کاریابی ندارند، نیاز دارند که کسی اونها رو تامین بکنه، اون وقت ممکن هست که چند همسری راه حلی است؟ نه، اونجا هم راه حل نیست، برای اینکه اینقدر تنش و گرفتاری های عاطفی برای همون زنانی که شما میفرمایید ممکنه مسکین باشن زیاده و اینقدر زندگی اونا تحقیرآمیزه که تقریبا تبدیل میشن به یک زنی که کمتر از یک زن خودفروش تحقیر نمیشه. و ما اون کیس ها و پرونده هایی رو که در دادگاه داشتیم عموما مربوط نمیشد به زنان ثروتمند یا طبقه متوسط، مربوط به این زن ها هم میشد و ما میرفتیم به دادگاه و دادگاه میگفت نه، در اینجا عدالت بین زنان به هیچ وجه موضوعش این نیست که برای همه زنان یک جور خانه و زندگی درست بکنه مرد، و بلکه مفهومش این است که برای هر یک از زنانی که میگیره عقد میکنه متناسب با وضعیت اون زن در خانواده خودش موجبات رفاهش رو تامین کنه. اجازه بدید خانم بسمقی این رو بپرسم. خانم بسمقی، شما به هر حال دانشمند دینی هستید، کارهایی کردید در زمینه حقوق زنان در حوزه دین، ممکن است به من بگید که آیا دین اسلام حقوق زنان رو در چند همسری به طور کامل در نظر گرفته؟ شما چه فکر میکنید در مورد قوانینی که به خصوص در واقع فقه شیعه در نظر گرفته در مورد چند زوجه داشتن؟ من اولا معتقدم این قوانین در رابطه با تعدد زوجات که در فقه ما هست از اسلام سرچشمه نمیگیره. اینها از سنت سرچشمه گرفته و اسلام در این باره قوانین خاصی رو نیاورده. اگه به قرآن مراجعه کنیم، روی کرده قرآن تک همسریست. اونجایی که میگه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده،
یا میگه که ذالک ادنا الا تعولوا، یا اونجایی که میگه که و ان خفتم، اونجایی که میگه که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما نمیتونید بین زنان عدالت برقرار کنید حتی اگر به این کار حریص باشید، نشون میده که روی کرده قرآن در اون جامعه چند همسری تک همسری بوده. ولی نگاه کنید، من فکر میکنم تبلیغ تعدد زوجات بیشتر از اینکه توجهش به حل مشکل زنان باشه، به تمایلات مردان به داشتن چند همسر توجه داره. چون در عمل و واقعیت اگر نگاه بکنید، وقتی که مردان جوان مجرد زیادی هستند که از گرفتن یک زن ناتوانند به دلیل مشکلات، بعد بیاییم مردان متأهل رو وارد قضیه کنیم و بگیم شما بیاین چند تا زن بگیرید تا مشکل ازدواج حل بشه، این غیر منطقیه. چرا مردان مجرد اینجا دیده نمیشن؟ اونا که نمیتونن یه دونه زنم بگیرن. ما مردان متأهل پولدار رو بیاییم مسئول حل مشکل ازدواج تو جامعه بکنیم. این که باعث ایجاد مشکل بیشتر میشه. اول اینکه همون خانواده اولیش از هم پاشیده میشه. خانوم کار وکیل بودن، منم مدت زیادی کار وکالت کردم، دیدم وقتی که یک مردی زن دوم میگیره، زن اول معمولا طلاق میگیره، بچه ها تو خانواده اول دچار تشویش و مرحال مشکلات و آسیب های زیادی میشن. این اصلا به نظر من هدف این عده حل مشکل نیست. هدف اینه که مردان پولدار دلشون میخواد چند تا زن بگیرن، بعد اینا میگن ما میخواییم مشکل زنان بیوه و مطلقه رو حل کنیم. خانم اسماعیلی چه اشکالی داره اگر که اجازه بدید مردانی هستن که پول دارن و به هر حال امکانش رو دارن که زنان بیشتری بگیرن، زنانی هستن که راضی هستن به این موقعیت، آیا نیاز هست که زن اول حتما راضی باشه به اینکه زن دومی اختیار بکنه همسرش یا نه؟ ببینید، اگر هدف حفظ بنیان خانواده و انضباط اجتماعی باشه، بله، چون اونجوری خانواده اول از هم پاشیده میشه. به علاوه اصلا اینجوری حل مشکل اون زنان حل نمیشه. چون وقتی زنان جوانی هستن که به خاطر آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی که زنان دارن، زنان جوان مجرد حاضرن برن زن مرد پولدار متأهل بشن به خاطر پول، اینجا این مرد نمیره دیگه زن بیوهی که چند تا فرزند داره بگیره، و این اصلا توازن اجتماعی و نظم اجتماعی و اخلاقی رو داره به هم میزنه. خب بذار بدین آقای خزعلی پاسخ ده. آقای خزعلی میگن این راه حل است برای هوسرانی مردان متمول ازدواج کرده، نه مشکل ازدواج رو در جامعه حل میکنه، نه مشکل زنان رو حل میکنه، مشکلات زیادی اضافه میکنه. پاسخ شما چی؟ بله، من ابتدا اون بحث دینی رو عرض کنم که سرکار خانم فرمودن. اولا این حکم اسلام نیست، تأسیسی نیست و امضایی، در تمام اقوام و ملل قبلی بوده، به قدمت تاریخ بشریت هست. در دوره هخامنشی خودمون که افتخار ماست بوده، در یونان بوده، تا 100 تا همسر داشتن. اسلام اومده با آیه سوم سوره نساء گفته فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، محدود کرده تا 4 تا. مبنو هم تعدد، اتفاقا در اون زمان به خاطر جنگ هایی که بوده مبنا تعدد، یک قیدی زده و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگه میترسید که نتونید عدالت رو برقرار کنید فواحده. میخوام بگم این قصه بوده است. و بعد اون که فرمودن ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، این که نمیتونید، منظور این نیست که شما نمیتونید، بعید است، نه خیر، میگه که اون وسواس رو نداشته باشید، اون در عاطفه و میل نمیتونید عدالت برقرار کنید. اما بعدش چی میگه؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، میلتون به یه طرف کامل نشه، یه طرفو کالمعلقه و بلا تکلیف رها نکنید، باید صلح و اصلاح بینشون باشه. بنابراین مبنا این است که باید باشه و اینطور نیست که مار اسلام هم باشه، مار همه ادیان، در تورات هم ما داریم، انبیای قبلی، ابراهیم، یعقوب، یوسف،
داوود، حضرت متوجه موسی، آقای همه این فضلی، ولی اسلام به خصوص فقه شیعه که در جزئی ترین روابط اجتماعی، روابط زن و مرد وارد میشه، آیا هیچ نسخه پیچیده که چطور ممکن هست که یک مرد میان سالی ازدواج بکنه با یک زن جوانی و زن قبلی که احتمالاً زن میان سالی است و دیگه از بهارش هم گذشته رو به اندازه زن قبلی در واقع دوست داشته باشه، معلقش به قول معروف، به قول اونطور که شما گفتید، در هوا نکنه؟ چطور اصلا چنین چیزی ممکن میتونه باشه؟ ببینید، اتفاقاً همین رو میخواد بگه، هم میگه اون حرم سرای ستایی درست نکنید، همین که به قدر نیاز جامعه و ضرورت جامعه انجام بدین. حالا چرا یه بحثی که فرمودن، بله، تعداد موالید پسر مثلا در ایران هر 100 دختر 103 پسر مولود میشه، ولی این آمار غلط دادنه. یه آماری در فرانسه قبل از انقلاب دادن که هر 100 پسر، هر 100 دختر 105 پسر، اما در نهایت آمار زنان ما 1,765,000 مثلا بیشتر از مردان بود و این 1,700,000 نفر بلا تکلیفن. الان در ایران خودمون 10 میلیون زن هستن آماده ازدواج و کسی آماده باشه. این آمار از کجا میاد؟ 10 میلیون زن هستن آماده ازدواج ولی شوهر ندارن. آمار رسمی ماست که اینها زنان در سن ازدواج ولی مردان زیر بار این تعهد نمیدن و این یه فاجعه است. ما داریم راجع به 10 میلیون جمعیت صحبت کنیم در ایرانی که 80 میلیونیه. در دنیا رب در صد کنید، شاید نزدیک به 1 میلیارد زنان ما آمادگی دارن، اما کسی نیست مسئولیت بپذیره و داریم راجع به 1 میلیارد جمعیت چقدرن؟ خواهم بس مطلب فهمید آمادگی ازدواج چقدرن؟ ببینید، ببینید بحث این است که تعداد زنان همیشه بیشتره. مثلا در همین ایران خودمون آمار 24,000 تصادف در سال، 24,000 نفر 2,000 نفرش زنن. یعنی همین آمار رو در 40 سال بعد از انقلاب حساب کنید، نزدیک به 900,000 نفر زنانی هستند که حالا معادلشون مرد وجود نداره. برای اینا هم فکر کنیم، مهمترین حق، من میخوام بگم از خورد و خوراک، از مسکن، از آزادی، از همه اینها، چون هدف خلقت عشق است، هدف خلقت اون رابطه زیباست، مهمترین حقی که باید بهش توجه کرد توجه به حق تأهله. اینا نیاز عاطفی دارن، اینا هم تکیگاه داشته باشد، بگیم اینا بروند. ببینید، این گندم نیست که ما آزادشو بریزیم به دریا، انسان است، انسان با تمام نیازهای انسان شما نمیتونید بریزیم به دریا، باید بهش راهکار پیدا کنید. خب مردان به زور که نمیشه گفت گردن همتون رو میذاریم. تازه اگر اومدیم یک حکومتی با استبداد گفت هر مرد یک زن باید بگیره، باز اونی که میماند اونو میخوان چیکار کنید؟ اونجایی که در فرانسه فقط 1,765,000 تا رو میخوان چیکار کنید؟ به دریا بریزید؟ اینها انسان هم با تمام نیازها. البته آقای خزالی، به نظر میاد که خب من الان دقیق این آمار چیز رو جلوم ندارم که ببینیم که واقعا آیا اینطور هست که تعداد زنان اون میزانی که شما میگید، مثلا حدود بالای یعنی میلیونی از تعداد مردان در ایران بیشتر باشه، زنان آماده ازدواج و مردان نباشن. بحث این است که به هر حال تعداد زیادی از مردان اصلا در واقع علاقه به تجرد در جامعه ایران بسیار بیشتر از قبل شده. بسیاری از افراد، چه زن چه مرد، مجرد میمونن. خانم کارم، آیا به نظر شما قوانینی که تصویب شد برای کنترل شیوه های چند همسری کمکی کرد؟ نه، به خاطر اینکه فقط هم بحث اقتصادی نیست که دارن مطرح میکنن. اون چه باعث شد که بعد از انقلاب ناگهان آمار چند همسری مردان بالا بره، بیشتر احساس ناامنی بود، برای اینکه زن و مردی رو که ممکن بود با هم توی اتومبیل بشینن، با هم همکار بودن، بعضی وقتا اینا گرفتاری های امنیتی براشون پیدا می شد و یک راه حل این بود که خب اینا یک عقدنامه داشته باشن تو جیبشون که گرفتار این آقایون کمیته چیا و پاسدارا و شما منظورتون صیغه است؟ سیغه، نه، غیر از سیغه هم همین جوری بود. غیر از سیغه هم به هر حال این اتفاقات می افتاد. ولی من اینجا میخوام یه موضوع دیگر رو باز کنم. من هرچی میشنوم، حالا خانم وسمقی بر پایه دانش خودشون حرف میزنن و معتقدن که این راه حل نیست، ولی آقای غزالی هرچی من گوش میکنم میبینم که زن رو مثل یک ابزار بهش نگاه میکنه و اصلا انگار در وجود زن جان وجود نداره، عاطفه وجود نداره. فکر میکنه عاطفهش موقعی مورد توجه قرار میگیره که یه مردی که زن داره و بچه داره و اصلا معلوم نیست چه جور آدمیه، چه خلق و خوی داره، بیاد و اونو بگیره تا اون
خوشبخت بشه. آقا زن که شیء نیست. شما خیال میکنین این حرفا و این آیات و این چیزایی رو که تند و تند و تند پشت سر هم میکنین، اصلا زنای ایرانی برای این حرفا ارزش قائلن؟ زنای ایرانی میخوان الان مستقل باشن، انسان باشن، اصلا قانون چند همسری رو دوست ندارن. اگرم میبینید اتفاق میفته، به قول خانم وسمقی ممکنه از روی مسکین بودن باشه، ولی مسکین بودنشون ناشی از حکومت دینی شماست. آقای خزعلی بفرمایید. حکومت دینی کارآفرینی بکنه. آقای جواب بدن. آقای خزعلی تصویب کنین که اولویت شغلیابی برای زنان مجرد در مرحله ششم باشه. اینا همه مجموعه که باعث شده شما به زن مثل ابزار نگاه کنین و خیلی هم دارین منت سر زنا میذارین که بله عواطف. کدوم عواطف؟ ما هرچی دیدیم چند همسری مردان، بدبختی زن اول بوده، زن دوم بوده، بدبختی خود مرد بوده، بدبختی بچه ها بوده. خب اجازه بدین خانم کار آقای خزعلی جواب بدم. آقای خزعلی، اولویت جمهوری اسلامی توانمندسازی زنان نبوده ظاهرا، اونطور که میفهمه. بله بفرمایید آقای خزعلی. ببینید، ما اصلا توانمندسازی رو بذاریم کنار، نیاز عاطفی زن از ازدواج نیاز عاطفی و اون تکیگاه نیاز عاطفی چند همسری آقا نمیشه. اگر اجازه بفرمایید زنام همین کارو خواهش می‌کنم اجازه بدید پاسخ بدم. بفرمایید آقای خزعلی. دارن زیاده روی میکنن. اتفاقا ما میخوام بگیم ببینید، یک بخشی از بشریت که گفتم نزدیک به 1 میلیارد، اینو نادیده نگیم. اتفاقا کسانی که مخالفت میکنن با این ارتباط میخواهند ورودی فاحشه خونه ها بسته نشه، میخواهند اینها بیاید اونجا که راحت تمتع داشته باشن. و ببینید در جامعه آقای کلینتون ندارن در مشهد. مسئله این هست خانم کار، میفرمایند که جمهوری اسلامی در 4 دهه به جای اینکه زنان رو توانمند بکنه، الان مشکلی ایجاد کرده که زنانی هستند به قول ایشون مسکین، مجبورند که ازدواج بکنن، نه با مردان متأهل، نه از سر اینکه در واقع از سر اجبار، و این مشکل بیشتری برای خانواده ایجاد میکنه، برای همسر اول ایجاد میکنه. پاسخ شما چی است؟ ببین، میخوام بگیم که این زن یک انسان است، با اولا بالاتر از جایگاه مرد، ریحانه است و باید مرد نوکری او بکنه، در خدمت او باشه. و حالا این زن نیازهایی داره. شما میخوام بگید این بماند، حالا آمار دادیم که اینها مازاد، اگر یک مرد و یک زن بشه باز اضافه میاد. شما میگید این آدم باید که مثل مریم مقدس، همه امکانات مریم مقدس ندارن که بدون همسر فرزندی بیارن، آنم مسیح. من یک سوالی از آقای خزعلی دارم. خانم مسمقی سوالشون رو بپرسن. آقای خزعلی اجازه بدید سوالشون رو بپرسن، شما جواب بدید. خانم مسمقی بفرمایید. خانم کار، اگر همه با هم صحبت کنیم هیچ کس متوجه نمیشه چی میگیم. خانم بسمقی سوالی دارن، اجازه بدین آقای خزعلی. خانم بسمقی سوالشون از شما بپرسن، چون این سوالها به هم مربوط هست. متوجه هم بذارید آقای خزعلی به سوال من جواب بدیم. ببینید، ادعا اینه که در فاحشه خانه ها میخواد بسته بشه و به زنانی که نمیتونن شوهر کنن شوهر داده بشن. من میگم اون مردان مجردی که یک زن هم نمیتونن بگیرن و الان آمارشون در ایران میلیون ها نفر هست، اونها نمیتونن ازدواج کنن، اونها نمیرن فاحشه خونه؟ اونها دنبال زنان روسپی نمیگردن؟ چرا برای اونها دل نمیسوزونید؟ باید در ایران شرایطی فراهم بشه که دختران و پسران جوان با هم ازدواج کنن، نه اینکه زنان برن با مردان زندار ازدواج کنن. خانم بسمقی اجازه بدین آقای خزعلی پاسخ بدن. آقای خزعلی بفهمه. ببین، داشتم عرض میکردم که به هر حال یک جمعیتی هستن که اینها ندارن، امکان ازدواج ندارن. نمیتونیم بگیم بمانید تا یائسه بشین و این زمان و عمرتون رو که یک بار بهتون داده میشه از دست بدید. خب برای مردان مجرد چه برنامه‌ای دارید شما؟ حالا عرض میکنم اگه نتونیم تأمین کنیم، یه آدم میگه که من نمیتونم ببینم که می خورند حریفان و من نظاره کنم. او وقت میاد این زن با دختر حواس قدرت داره جذب کنه آدم رو و این اتفاقات خواهد افتاد. خانواده ها میپاشه، ارتباطات خلاف اون مسیری که شما میگیم برقرار میشه و این اتفاق میفته. مگه اینکه فرهنگ سازی بشه؟ بله، مردان مجرد باید برن ازدواج کنن، ولی به زور نمیتونیم. وقتی نمیخواد چه کار کنیم؟ حالا اونی که نمیخواد، نداره کار نداره، خونه نداره که دولت باید تامین کنه. به
ببین اونها رو درست کنیم، ولی شما الان دارید این زمان 40 سال گذشته، من بسیار میشناسم طرف داره از سن باروریش، سن فرزنددار شدن، همه اینها یائسه شده، شما این فرصت ازش گرفتید. خانم وسمقی ارزه بدین، بذارید پس من از خانم وسمقی سوال کنم. خانم وسمقی، شما میگید نگران موقعیت مردان مجرد هم هستین، آقای خزعلی بیشتر نگران موقعیت زنان مجردی هستند که شوهر ندارن. به نظر میاد که هر دو طرف نگران در واقع یک جامعه آماری هستید که متأهل نیستند. فکر میکنید چه چیزی خانم وسمقی باعث شده که به جای اینکه این افراد مجرد همدیگر پیدا کنن و ازدواج بکنن، الان بحث ما به اینجا میرسه که چند همسری هست که به عنوان راه حل پیشنهاد میشه؟ فکر می‌کنید چه اتفاقی در واقع مسئولان و حکومتداران ایران اتفاق افتاده که چنین چیزی پیش میاد؟ بله، این مسئولیت ناپذیری و شانه خالی کردن حکومت از مسئولیت‌هاش در قبال مردم، در قبال زنانی که به اصطلاح حالا یا بیوه‌ن، بچه دارن، شوهر ندارن، اینا به خاطر پول ممکنه مجبور بشن برن با یک مرد متأهل ازدواج کنن، در حالی که دولت موظفه با استفاده از ثروت‌های عمومی زندگی این زنان رو تأمین بکنه به طور شرافتمندانه. مردان متأهل پولدار مسئول حل معضل ازدواج و یا مشکلات مالی این زنان نیستند. ببینید، ما باید مردان متأهل رو از جمعیت در حد تنفروشی پایین نیاریمش. اون نیاز فقط پول نداره، بسیار اون نیاز عشق داره. ولی وقتی مردان مجردی هستند که میتونن ازدواج بکنن، اما به دلیل مشکلات، وقتی شما مردان متأهل رو وارد قضیه میکنید، بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اضافه میکنید. در نظر نمیگیرید که اون شما زن دومو دارین عواطفش رو در نظر میگیرین؟ عواطف زن اول و بچه ها چی میشه؟ ممنونم خانم وسمقی. به نظرم این بحث بحثی است که به هر حال مشخص هست، بحثی است که ادامه دار هست و معلوم هست که چرا اینقدر واکنش در جامعه هست به این بحث. ممنونم از هر سه شما، آقای خزعلی، خانم وسمقی و خانم کار، و ممنونم از شما که با صفحه 2 سه‌شنبه ما همراه بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب هم مجدد ببینید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.